خوش آمدید. آقای زاهدی، چرا شما فکر میکنید که همه سازمانهای اطلاعاتی امریکا، بریتانیا، وزیر خارجه پیشین امریکا، سیاستمدارای ریز و درشت امریکا و بریتانیا و کشورهای غربی، همه اینها در مورد نقش دو کشور بریتانیا و امریکا در کودتای 28 مرداد اشتباه میکنن و دروغ میگن و شما راست میگید؟ این اولا کودتا نیست، رستاخیز ایران. اولا قبل از هر چیز از شما تشکر کنم که زحمت کشیدید تا اینجا آمدین، و دیگر اینکه همچه روز گرمی که هر دومون در حال عرق کردن هستیم مزاحمتی نداشته باشی. ولی بریم سر جواب شما. هر شاید که چه امریکا چه انگلیس خودشون رو کنتردیکت کردن، فراموش نفرمایید که نه حرف متضاد زدن. ولی بطور که گفته بود من آمدم از بی بی سی این چیز برای اعلی حضرت گفتیم سر ساعت بی بی سی برنامه‌شم دارید، اینجا من دارم، تکذیب کرد که اصلا در اون وقت شما برنامه نداشتید برای ایران. بنابراین اگه یک کسی آمد یه حرفی زد، من هیچ حرفی نداشتم که هر دوی این افرادی که میخوان این حرفا رو بزنن بیان برن در محکمه یا مدارک. دومی که هیچ مدرکی ندارن. متاسفانه ما عادت کردیم که هر چیزی که میخوایم بگیم و یواش یواش گاهی اوقات اینا یک چیزی پرسیدنتی میشه که مردم از روش میگیرن، همینطور که الان لندن کتاب منو دروغ دارن چیزی از ایران درست کرد. خانم آلبرایت وارد نبود، جوابش هم نصف صفحه در نیویورک تایمز دادم که نه بریفش کرد. اینها برای سیاست روز و برای منافع خودشون. آقای ویلز رئیس سی آی ای به تو کتاب من هست به بی بی سی گفته که اگر ایرانیا دوست دارن به حساب ما بذارن چرا ما به خود قبول نکنیم؟ پس این اسناد و مدارکی که منتشر شد خود سازمان کدوم سازمان منتشر؟ اگر سازمان چطور بیرون نداد میگه آتیش زدم. خب مدارک اصلی کتاب به این کلوفتیست، تمام مذاکرات اعلی حضرت یا در لندن آقای نماینده اچسون یا اچسون یا میگی همه تو این هست. لوی هندر تریرافایتسکی اینا با خودشون کردن در اون زمان. با تمام این احوال بذارید خیلی روشن بهتون بگم، یکی از چیزهایی که ما قاطی میکنیم اینه، مسلمن انگلیس، فرانسه، آلمان، روس، امریکا به یک کشور متمدن تاریخی علاقه مندن، برای خاطر اینکه این کشور از لحاظ سرخ‌الجلدی چه در گذشته چه در حال و چه در آینده اثر داره. بنانا یک کشوری که مردمانی هستن تاریخی روی این اصل مسلماً روی منافعشون هر کاری لازم باشه میکنن، هیچ ایرادی هم بهشون نیست. اگر اون روز جنگ سرد بین امریکا و عرشاد که روسیه هست، هر دو برای منافع خودشون سعی میکنن که اون چی که لازم بکن. همینطور که اگر روسیه موفق شده بود، یعنی شوروی ایران رو میگرفت، بلایی که سر عرشاد که آقای بنش آمد سر دکتر مصدق می آمد، و همینطور که اگر اونجا رو گرفته بود عراق و افغانستان رو دست انداخته بود و روی وضع نفتی که داشت و روز نفتی که داشت و روی سوغجشی که داشت، شاید کمونیست اصلا از بین نمی رفت، چون اون روز غرب آمادگی نداشت. در چیز دیدیم در هنگری، ولی ببخشید آقای زاهدی، اینها بیشتر تئوریه، یعنی بیشتر صحبتایی که ممکن بود یک اتفاقاتی بیفتاد و ممکن بود نمیفتاد، ولی اون چیزی که بحث شده در مورد افتاده 28 مرداد و افرادی که خودشون دست داشتن، براو، از خود سازمان سی‌آی‌ای گرفته کیه؟ تا اسامیشون هست. ندی اسامی شما سه تا آقای روزولت، دیگه از روزولت که در بحبوحه بدبختی ایرانی ها و آمدن خمینی و مردم وقت نداشتن، بدبخت ها زندگیشون. این چاپ شده از اون هزار کتاب دارید میگید، بسیار خوب. کسان دیگه هم نوشتن، آقای دایوش بایندور نوشته، آقای ارشاد که دکتر فارسی به انگلیسی کتاب، اینقدر من براتون دارم، آقای امیر طاهری نوشته با تمام مدارک. چطور شما همش به او تکیه میکنید یا به فلان عضوی که همون آقای ویمه که میرید؟ این چون از سی آی ای میخواستن بیروش کنن، چرا اون روز منتشر نکردن؟ ولی اگه مدرک ندارید، تاریخ من به همین دلیل زحمت کشیدم الان چندین سال
کتابم منتشر شده، حتما یا خوندید یا نخوندید، علاقمند بودید یا نبودید تو اهمیت. ولی این کتاب برای من زحمت و خرج زیاد داشت، همه درآمدش هم میره برای خرج، ولی برای اینکه مدارک باشه، این مدارک از انگلیس از امریکا همینا دارم توشم هست. اما اگه میخواید شما به یک شما با من بگین بفهمه. چرا آقای زاهدی بایستی سازمان CIA یا ماموران سازمان CIA و اسناد مدارکی که منتشر شده چرا باید دروغ بگه؟ این پنج روز بحرانی من خونده، بعد از 20 سال عوضش کرده، شاه هم مرده، میگه من گیوه پام کردم، لا فلان رفتم پلوشا، میگه 60,000 دلار خرج کردم انقلاب انداختم. انقلاب ایران در اون زمان رو اگر با 60,000 این توهین است که بتوه. شاه رو دیده ولی کی؟ یه روز قبلش. اما شاه از خودش نیست که جواب بده. آخه ببینید شما، من نمیخوام از شاه دفاع کنم، سوال من این بود که چرا باید این کارو بکنن، چه نفعی داشته؟ نفعشون نیست که اون وقت آمدن یک مملکتی رو، شما این انقلاب و این رستاخیز 28 مرداد رو مردم درست کردن. میدونید چرا؟ چون مردم بعد از اینکه بخواید یه خود عقب برم با اجازهتون وقت دارید، شما برید از 1948 در موقع بعد از تیر خوردنش، بعد جریان ملی شدن نفت پیش اومدن، بعد ارشاد که ترور مرحوم رزمار، آدمی بود به اسم مصدق، با من فامیل، مصدق سلطنه، ارشاد که تو کتاب مفصل، این آدم زندان بود، پدر من این از زندان در آورد. شاه در امریکا 1949 به من فرمودن که اینا رو باباتو، یک اقلیتی درست شد، این اقلیت روی وطن پرستی آمدن تو مجلس و برای ملی شدن صحبت. یک نفر نکرده، شاه اون امضا کرده، مصدقش کرده، آقایون حائری‌زاده و آقایون مکی، آقای بقایی بودن، این افراد بودن، اینها کلم در واقع ستونهایی بودن برای این پیشرفت. آمدن تونستن یک دولتی رو عوض بکنن. اولا به شما بگم اگه بابای من نفت خوزستان نگرفته بود، نفتی نبود که ما ملیش کنیم، ولی نمیخوام چیز شخصی باش قاطر. اینها آمدن، شاه هم پشتشون بود. تو تمام این مدارک میبینید که شاه حتی وقتی بهش پیشنهاد میکنن در مشکلات، میگه دست من میتونید بزنید ولی من امضا نمیکنم. حالا وطن پرست بود یا نبود، تاریخ قضاوت میکنه. ایراد داشت جراج، هممون ایراد داشتیم و داریم. بعد این جریان آمده به وضعی کشیده، هریمنی آمده، با خود من آمدم که میبینید اکش، اینها آمدن ایران، بانک بین الملل آورده، هرچی آقای مصدق اینی که بتونه از اون کم کتابی است مثل آقای دکتر موحد نوشته، یا ارشد که آقای پرویز مینا میگن، یا که تو نفت بودم این که وارد نیستم، یا کسان دیگه هست کتاب رو خوندید، نمیخوام وقت تو. بنابراین نفت ملی ایران رو شما میبینید بین انگلیس، آقای مکی تو کتابش که ما اگر مال ایران رو قبول کنیم مجبوریم مال عربستان سعودی هم قبول کنیم، تمام، پس حق ما بوده چون مکزیک داشت. آمده به یه جایی رسید که میتونست مصدق سلطنه اگه موضوع رو حل میکرد در گاندی در خاورمیانه میشد. به نظر این آدم اطرافیانش، اون مصدق سلطنه اول از روزی که آمد با اون که رفت نبود، اول چیکار کرد؟ از روزی که آمد حکومت نظامی درست یواش یواش شروع کرد، اینایی که عرض میکنم کتای خودش هم دونه دونه اینایی که طرفدارش بودن بهشون توهین کرد، کرار گذاشت، بعد راضی نشد، خلاف قانون با گفتار خود همکاراشون آمد رفراندوم بسیار درست. خوب آقای ببخشید تموم کنم، نخه نمیذارم تا یه نگم خوب. آمد قانون یک طرف میدون رو برای رفراندوم ها برداشت، برای مخالف ها گذاشت، یک طرف دیگر برای موافق، باز هم قانع نشد، آمد مجلس سنا رو بست، مجلس شورای ملی رو بست، دادگستری رو بست، اسمش حالا یادم رفت، عرشبت که بگید تمام قضاییه، عرشبت که بار بالاتری اونها رو بست. بنابراین در یک موقعیت وضع اقتصادی مردم خراب بود، در این جریان افرادی مثل آیت الله عظما، بروجردی، اینا نفوذ داشتن، دارن، خواهند داشت، میخواید ضد مذهبی می باشیم، میخواید فرم، آقای کاشانی، اینها باعث شدن همون مصدق سلطنه که کاشانی مردم آورد تو خیابون براش و اون قوام سلطنه رو تکون دادن، از بین بردن، و همون فرمانی که شاه دوبار مصدق سلطنه رو
فرمان نخست وزیریش میده و برمیداره، یا هر نخست وزیر دیگه